تعداد قربانیان اعتراض های میانمار افزایش یافته و از 700 نفر فراتر رفته است. در پی ادامه خشونت های ارتش، مخالفان کودت های نظامیان در میانمار با لغو جشن های سال جدید در این کشور و حضور در خیابان ها نسبت به کودت های اول فوریه اعتراض کردند. علی گزارش می دهد. تعطیلات پنج روزه سال جدید در میانمار که تینگیان نامیده می شود هر سال معمولا با دعا و تمیز کردن تصاویر بودا در معابد جشن گرفته می شود اما امسال با حضور همراه با سکوت معترضان در خیابانهای میانمار شکل تازهی به خود گرفت یکی از معترضان در توییتر نوشت امسال تینگیان را در میانمار جشن نمیگیریم زیرا بیش از 700 نفر از برادران بیگناه ما به قتل رسیدند طی روزهای اخیر نیز 19 نفر در میانمار به جرم قتل یک دستیار افسر ارتش این کشور به اعدام محکوم شدند تلویزیون میاوادی متعلق به ارتش میانمار این خبر را اعلام کرده است این اولین مجازات اعدام اعلام شده به صورت علنی از کودتای اول فوریه و سرکوب معترضان از سوی ارتش میانمار به شمار می رود. حاکمان نظامی میانمار که با سرنگونی دولت اکنون قدرت را در دست دارند همچنین مدعی شدند که اعتراضات به ارتش در حال کاهش است زیرا مردم خواستار صلح هستند و ارتش نیز در نظر دارد ظرف مدت دو سال انتخابات جدیدی برگزار کند این در حالی است که فعالان مدنی میگویند تعداد مرگ و میر ناشی از خشونت نیروهای امنیتی به 710 نفر افزایش یافته است. از این تعداد دست کم 50 نفر کودک بودند.